امروز 23 خرداد ماه سال 89 برابر با 13 ژوئیه 2010 یک سال تمام از تاریخ انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ایران می‌گذره. آقای خردپیر، شما به عنوان یک روزنامه‌نگار تحلیل و ارزیابیتون از این یک سال چی هست؟ من فکر می‌کنم که یک نقطه عطفی در تاریخ ایران معاصر به وجود آمده و نه حاکمیت چنین پیشبینی داشت و نه سران اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز تصور می‌کردند که حوادث این گونه پیش بره و چنین خیزش و چنین همبستگی در داخل ایران به وجود بیاد. در مجموع من جنبش سبز مردم ایران رو کماکان موفق میدونم و فکر میکنم که این راه ادامه خواهد داشت و با تمام فرازها و فرودها و تمام هزینه هایی که تا امروز مردم از اقشار متفاوت پرداخت کردند در نهایت ثمرش رو خواهند چید. ببینید، یکی از نقدهایی که به جنبش سبز وارده اینه که یه بخش حداقل از رهبران جنبش، اونایی که در دایره حکومتی هستن، دارای یک کارنامه چندان درخشانی نبودن تا بتونن پشتیبانی و طرفداری عموم مردم ایران رو پشت سر خود داشته باشن و همزمان هم یه طرح دموکراتیکی ارائه نکردن. دیدگاه شما به عنوان یک روزنامه‌نگار آگاه به مسائل حداقل جنبش سبز و کارهای فراوان در زمینه یک سال گذشته، تحلیل و ارزیابی خودتون چی هست در رابطه با این دیدگاه و این نقدی که نسبت به جنبش سبز و سران اون یه بخشش حداقل ارائه میشه؟ بحث رهبری جنبش سبز از ابتدای پیدایی این جنبش مطرح بوده، اما من موافق این نیستم که رهبران جنبش سبز رو در دایره حکومتی بنامیم. به هیچ عنوان در حکومت اینها نیستند، بلکه کاملا از حکومت رانده شدند و میشه گفتش که از اون به لحاظ مفاهیم سیاسی عمیق‌تر از نظام جمهوری اسلامی پس زده شدند. بنابراین من بر این باور هستم که امروز رهبران جنبش سبز در واقع پشت سر مردم در حال حرکت هستند و در ایران هم مقبولیت بسیار بالایی دارند. فراموش نکنیم روز گذشته در سالگرد 22 خرداد در دانشگاه شریف و در دانشگاه تهران فریاد می‌زدند دانشجویان یا حسین میر حسین. هنوز که هنوز میر حسین موسوی و مهدی کروبی جزو رهبران این جنبش هستند و در رابطه با کارنامه‌ای که شما بهش اشاره کردید، من فکر می‌کنم که میر حسین موسوی کمترین خدشه‌ها در کارنامه‌اش وجود داشته نسبت به دیگر سران حکومتی سابق و شما رو رجوع میدم به مناظره‌ای که با آقای احمدی نژاد و دیگران داشت. در اونجا برای منکوب کردن آقای موسوی از دولت آقای هاشمی رفسنجانی و دولت آقای خاتمی به اصطلاح یاد میشد و به اصطلاح نقاط ضعف اون رو هی تکرار میکردن. پرونده میر حسین موسوی به لحاظ اقتصادی به نظر من پرونده سالمی هست، اما اگر ما توقع داشته باشیم که شخصی مثل موسوی یا شخصی مثل کروبی اساساً یک کارنامه جدای از جمهوری اسلامی داشته باشند، خب راه به خطا رفتیم. بله، اینها در نظام جمهوری اسلامی بودند، سالها فعالیت کردند، در بسیاری از تصمیم‌ها همگام نظام بودند، اما در نهایت آن چیزی که مهم هست این هستش که امروز به سوی مردم بازگشتند با حفظ دیدگاه‌های خودشون و همینطور خواهان تحولن. ببینید، نقدهایی که به شخص آقای موسوی وارده بعد از اعدام فرزاد کمانگر و یارانش در 19 اردیبهشت ماه، یه بخش از سران نظام برگشتن و گفتن کشتار وسیع زندانیان سیاسی در تابستان 67 در دوران نخست وزیری ایشان صورت گرفته و ایشان اصلا موافق این اعدام ها بودن. یعنی اینم میشه به عنوان یه حسن یا یه امتیاز در کارنامه سیاسی ایشان قلمداد بشه؟ به طور کلی در رابطه با چنین
به اصطلاح پرونده هایی باید با سند و مدرک صحبت کرد. اینکه بخشی از اصولگرایان بخوان چنین حرفی رو بزنن در قبال موضعی که آقای موسوی در برابر اعدام فرزاد کمانگر و آن چهار مبارز دیگر گرفتند، این سند محکمی نیست. اما آقای میرحسین موسوی در زمانی نخست وزیر بودند و در زمانی در رأس هرم حکومتی حضور داشتند که به اصطلاح این اتفاق میشه گفتش که بسیار وحشتناک، یعنی قتل عامی که صورت گرفت در شهریور سال 67 روی داده. این جای پرسش داره و آقای موسوی یکی دو بار در این رابطه اشاره هایی کردن مبنی بر این که من تصمیم گیر نبودم. اینکه ایشون چقدر در این باره صداقت دارند یا ایشون در تصمیم گیری حضور داشتند یا حتی موافقت داشتند با فرمانی که از سوی آیت الله خمینی صورت گرفته بود، این جای نقد و پرسش داره. مسئله این هستش که امروز آقای موسوی با کشتار مردم مخالفت میکنه و مسئله این هستش که من بعید میدونم امروز اگر بخوایم نقد کنیم سال 67 رو، موسوی در واقع حامی اون تصمیم باشه. و اون چیزی که امروز در ایران مهم هست این هستش که در حال حاضر آیا موسوی با سرکوب هایی که صورت میگیره، با اعدام هایی که صورت میگیره، موافقت میکنه یا مخالفت؟ فراموش نکنیم فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی دیگر که از مردم شریف کرد ما بودند، از برادران ما بودند، اینها در واقع به اون شکل نمیشه گفتش که در دایره اصلاح طلب ها بودند یا الزاماً حامی جنبش سبز بودند، بلکه به اونها اتهاماتی وارد شد مبنی بر این که برای مثال با گروه های که فعالیت مسلحانه میکنن همکاری دارن. مهم این هست که امروز در برابر اعدامی که صورت میگیره در ایران، چه مجاهد چه عضو پکاکا و هر گروه دیگری، کسانی که مقبولیت سیاسی دارند در بین قشر گسترده ای از مردم مخالفت کنند و ما به لحاظ سیاسی نیازمند چنین یاری هستیم. ولی این میبینیم که خصلت سردمداران جمهوری اسلامی از بچه‌ای که بعد از نتایج انتخابات دور دوم به خیابان‌ها اومدن و اعتراض کردن، اساساً نسلی بودن که دست به اسلحه نبردن علیه جمهوری اسلامی ایران، ولی ما شاهد کشتار اونا تو خیابان‌ها بودیم. دقیقاً همینطور هستش. این خصلت جمهوری اسلامیه، باید برای مخالفت کردن با چنین ویژگی و برای رسوا کردن این مسئله تا میتونیم روی مقوله همبستگی کار کنیم. این همبستگی چه با ایرانیانی که سالیان سال در خارج از کشور بودن و مخالفت کردن و چه با اصلاح طلبان، اگر آنها هم حاضر هستند که در برابر چنین مسئله‌ای موضع بگیرند و به افشاگری بپردازند، باید ازشون استفاده کرد و باید دایره رو تنگ نکرد. به عنوان سال آخر، بعضی‌ها بر این باورن که عقب نشینی آقای موسوی و کروبی برای انجام نگرفتن تظاهرات در سالگرد انتخابات دور دوم ریاست جمهوری نه یک تاکتیک بلکه یک توافق پشت پرده است. دیدگاهتون در این رابطه چیه؟ من فکر نمی کنم توافق پشت پرده‌ای صورت گرفته باشه، برای اینکه مهدی کروبی و میرحسین موسوی اثبات کردن در این یک سال که شجاعانه ایستادن و در واقع ایستادگی اونها بوده که خیلی از حامیان و هواداران خودشون هم موجب به اصطلاح شگفتیشون بوده. من فکر می کنم این رو باید در مقوله ضعف تاکتیکی بررسی کرد و نه توافق. آقای علی خردپیر، روزنامه‌نگار مستقل مقیم پاریس، از شرکت شما در این گفتگو بسیار سپاسگزارم. پیروز باشید.